تا حالا سعی کردید که ضربان قلبتون رو با ثانیه شمار ساعتتون هماهنگ کنید؟ کار خیلی خیلی سختیه. میدونید درست مثل میمونه که آدم بخواد زندگیشو کنترل کنه. میدونید معمولا بزرگترین تغییرات زندگی آدم توی یه لحظه اتفاق میفته. و درست توی همون لحظه است که آدم متوجه میشه یهو همه چیز برای همیشه تغییر کرده. جالب اینجاست که گاهی اوقات این لحظه یا اتفاق میتونه درست شکل همین پرونده‌ای باشه که الان دست منه. ساده و پیش پا افتاده است ولی بزرگ و واقعیه. مسخره است اما واقعیت داره. به هر حال امیدوارم سال نو خیلی خیلی خوبی داشته باشید و کریسمس چطوری تو وضعیت کار میکنی؟ بالاخره اومدی. فکر کنم ازم دعوت کردی که وضعیت خراب این کلانتری رو ببینم یه جوری بودجهتون رو زیاد کنم. آره؟ چی؟ بودجه ادارتون رو. خیلی خوش اومدی. لطف کرد که اومدی. ببخشید که اینجا کمی شلوغه. تو به اینجا میگی دفتر کار؟ تو اینجا فقط یه کلانتری کوچیکه. اداره FBI که نیست. حالا کار چی هست؟ مربوط به دیروز دیگه. فقط یه چند تا سوال ساده است. چون ازم خواهش کردی حاضر شدم وقتمو در اختیارت قرار بدم. میدونم سر چی رو میدونم. وقت من مال من نیست، مال ویکتور، مال مردمه. میدونی که خب منم میگم که از شهروندای این شهرم، درسته؟ پس میتونی کمی از وقت با ارزشت برای منم خرج کنی. از لحنت خوشم نمیاد. خب این که چیز تازه نیست، تو هیچ وقت از لحن من خوشت نیومده. ازم خواهش کردی تا بیام اینجا مشکلات خصوصی بین خودم دوتا رو بشنوم. متوجه وضعیت من نیستی. من مسئولم و به عنوان یک مسئول مراسم انجمن خیریه امشب برام از هر چیزی مهمتره. الان بهت احتیاج دارم هندی. همه به من نیاز دارن. هیچ فکر کردی مردم فقیر این شهر شب سال نو رو چطوری میگذرونن؟ تو میخوای وقت من که باید صرف امور خیریه به نفع اونا بشه به خود تو کارت اختصاص بدی. میدونی این یعنی چی؟ آره میدونم. یعنی هنری هرست
شهروند نمونه و مسیحای آزاد بخش. شوخی نمی کنم، یعنی از اونجایی که رابطه پلیس و شورای شهر یه رابطه مستقیم اداری و قانونیه، تو حق نداری از من برای خودت چیزی بخواه. یعنی رابطه پشت پرده که ممکنه برای هر دوتامون ضرر داشته باشه. ای کاش همه مثل تو پاک و وظیفه شناس بودن. تنها آیه تو دیگه برای من عادی شده. این حرف تو هم به عنوان یک دوست و نه به عنوان یکی از اعضای شورای شهر نشیده میگیرم. تو همیشه به من لطف داشتی، فقط نیم. باید برای سخنرانی آماده بشم. شهردار، فرماندار، رؤسای شرکت ها، بعضی از نماینده ها، حتی رئیس خودت هم توی مراسم شرکت میکنه. تو که نمیخوای رئیس ده دست ناراحت بشه. تو میدونم سخنرانی تو به نفع همه ماست. فردا به این موضوع رسیدم. گفتم که فقط نیم ساعت. موضوع بین دو تا دوست. تو هیچ وقت منو درک نمی‌کنی. اینطوری میتونی به مراسم قبل از سخنرانیتم برسی. لباس رسمی تو که داری، متن سخنرانیتم وقتی داشت روح رو تمرین میکردی دیدم. پس لازم نیست دیگه برگردی خونه مازدگی. حتی اگه بخوای این کارم بکنی وقت تو زیاد نمیگیره. میتونی حتی پیاده بری و برگردی. پیاده؟ آره میدونم راننده و محافظات الان جلوی در اداره منتظرتم. منظورم این بود که اگه بخوای تنهام بری ما امنیتتو تضمین کنیم. امنیتون بچه‌هام شما تضمین کرد. درسته نتونستید امنیتون رو تضمین کنید، ولی شاید بتونید عدالت رو برای خانواده‌هاشون اجرا کنید. ببینم اون بیرون دارن چه غلطی میکنن. سال نو قربان جشن گرفتن. من نمیفهمم بعضی از این جوونا به چه انگیزه وارد نیروی پلیس میشن. دیروز دادستان میگفت سالانه 300 دفعه فرم پر میکنن تا استخدام شن به عنوان مأمور اعدام، ولی فقط 10 نفر از اونا استخدام شده. این میدونی یعنی؟ آره میدونم. یعنی بقیه اون بیچاره الان بیرون دارن ول میچرخن. یعنی توی شهر ما 300 نفر وجود دارن که حاضرن با کشتن دیگرون پول در بیارن. از نظر قانونی این کار هیچ معنی نداره، اما نظر اخلاقی وحشتناکه. یعنی همین الان اون بیرون 290 نفر قاتل بالقوه وجود دارن که دارن سعی میکنن سالینه رو جشن بگیرن. ولی به نظر من اون 290 نفر دیگه تو اداره پلیس استخدام میشه. خوبه، عالی شد. بهتر به بچه‌ها بگی جشنشون رو ببرن تو خیابون، ما مثلا قرار نظم رو برقرار کنیم. چشم قربان، بهشون میگم معذرت میخوام، بهشون میگم این صدای رادیو رو کم کنه. بزن نه، دو تا قهوه هم بر. من قهوه نمیخورم. فکر میکنم هر دومون بهش احتیاج داریم. از جلسه رسمیه. خیلی خوب، 20 دقیقه تو از همین حالا شروع میشه. چی باید صدات کنم؟ ویکتور، کارگاه، صدفان. خیلی لطف کردی که اومدی. هنری، یه موضوع مهمی است که ذهن منو حسابی به خودش مشغول کرده. برای همین خواستم که این جلسه خودمونی و دوستانه رو تشکیل بدم که گفتهای دیروز تو رو تکمیل کنیم تا شاید به نتیجه برسیم. میدونی که این قتل ها همه رو وحشت زده کرده. کسی منکره مهم بودن این قضیه نیست. من وحشت رو توی چشای مردمم دیدم، اما تو خودت خوب میدونی که اگر بتونیم توی جشن امشب کمک مالی خوبی دست پا کنیم، میتونه توی حل همین پرونده به شما کمک کنه. 20 دقیقه دیگه با هم میریم جشن باشه؟ هنوز کسی رو نداری که باش به جشن بیاره؟ تنهایی رو ترجیح میدم. 8 سال از 10 سالی که میشناسم تنهایی زندگی کردی، این کافی نیست؟ وحشتناکه، ولی همه که نمیتونن مثل تو باشن. سالم، موفق، مشهور، ثروتمند. بازم همون حرفای همیشگی. چرا به جای اینکه اینجا خودتو حبس کنی نمیزنی بری تو خیابون؟ چرا حتی یه روزم که شده به خودت مرخصی نمیدی؟ تازگی قیافه خودتو اینا دیدی؟ پیر شدی ویکتور، بیش از اون چی که باید پیر شدی. برو سال نو رو جشن بگیر، مثلا برو تو خیابون. برو وقتی جشن میگیرم که اون قاتل لعنتی رو گرفته باشم. تنهایی که نمیتونی همه مشکلات منطقه رو حل کنی. من آدم خوشبختی نیستم، اما شاید بتونم این به ظاهر خوشبختی رو برای کسایی مثل تو فراهم کنم. اگه این کلانتری کوچیک نباشه و من مجبور نباشم خودم رو شبانه روز تو این اتاق حبس کنم، تو چطور میتونی با خیال راحت توی سخنرانی و جشنات شرکت کنی؟ دیگه اینجا رو داری زیاده روی میکنی. به نظر من کار پلیس کار گروهیه. نکنی میخوای با این تکرویات برای خودت شهرت دست پا کنی؟ امنیت این شهر علاوه بر پلیس به شورای شهر هم مربوط میشه. قضیه قتل هم همینطور. پس باید صبر کنی تا کمیته های ما در این باره تصمیم گیری بکنن.
نمیشه که همه چیزو به اسم خودت تموم کنی. تو میخوای با استفاده از قدرتت تو کار پلیس هم دخالت کنی. تو بچسب به همون سخنرانی و امور خیریت. بذار کارهای خطرناک و بحثای ما همیشه باید به اینجا ختم بشه. من سنگینی رأی مردم روی شونام احساس میکنم. قضیه قتل ها همون قتل به من مربوطه که به تو، این یادت باشه. باشه؟ خب؟ خب خب من یه پلیس ساده نمیخواستم به شخصیت محترمی مثل تو بی احترامی کرده باشم. تو فقط با این حرفات دیگران رو از خودت دور میکنی. با من مثل روان پزشکای پلیس حرف نزن. من فقط خواستم بگم که تو خیلی تنهایی. چی؟ تو خیلی تنهایی و به نظر من نباید بیشتر از این تنها باشی. یعنی تو تنها نیستی؟ داری ادعا میکنی که زندگی خوبی داری؟ انگار من و تو هیچ وقت نباید راجع به مسائل جدی با هم حرف بزنیم. به هر حال من میخوام امشب کار کنم و تو هم قول دادی که بهم کمک کنی. باشه، پس بیا زود تمومش کنیم. سوزان تو جشن منتظر منه. حالش چطوره؟ خوبه، خوب، مثل همیشه. مثل همیشه. با من مثل روان پزشکای خونواده حرف نزن. مثل اینکه ما هر دومون به روانشناس احتیاج داریم. زیاد سرحال نیستی هنری؟ به خاطر کار زیاده، جلسه پشت جلسه، اداره کردن این شهر لعنتی کار واقعا سخت. ولی تو عاشق این کاری، درسته؟ من چند سال قبل تو فراموش نمی کنم که چقدر تلاش کردی وارد شورا بشی. من همیشه جاه طلبیت رو تحسین کردم هنری. حاشیه نه، رو وقت زیادی نداری. نه، این که از قهوه خودمونم بدتره. مجبور شدم از بیرون بگیرم، دستگاه قهوه ساز اداره خراب بود. هنوز به قهوه پلیس عادت نکردی. فکر کنم تا اینکه پلیس درست حساب بشه خیلی فاصله داری. شما که درباره قهوه پلیس این همه اطلاعات دارید، چرا یه فکری به حال بقیه قسمت‌های اداره نمی‌کنید؟ آها، بفرمایید. لطفاً امضا کنید. اظهارات دیروز شماست. شنیدم تقسیم بودجه دست شماست. البته شاید چون خودتون مجبور خوردن این قهوه مزخرف نیستید، زیادم براتون این مسائل اهمیتی نداشته باشه، درسته؟ من هیچ وقت قهوه نمیخورم. معمولا آدمای پولدار راحت شرایط پلیسو به مسخره میگیرن، چون فکر میکنن بیشتر از بقیه مالیات میدن. ولی چیزی که از شرایط پلیس هم مسخره تره اسارت دیروز شماست. البته وقتی تقسیم بودجه دست شما باشه، حقم دارید زیاد واسه قانون احترامی قائل نباشید. من اینجا نیومدم که به مزخرفات این جوان گوش کنم. البته که نه، اومدی به مزخرفات من گوش کنم. یه چند تا نکته مبهم تو اظهارات دیروزت وجود داره هنری که ما رو حسابی سردرگم کرده. یعنی موضوع کمی زد و نقیز به نظر میاد. سر اصل مطلب بذار قضیه رو از سگ شروع کنی. سگه سگ که میدونی چیه؟ یه حیوان چهارپاس پارس میکنه، گاز میگیره، البته وقتی هار میشه میدونه. متشکرم ایونز، فکر کنم خودش بدونه. نه، بذار بگه، من تازه سگ نداشتم. سگ چیه جوون؟ توی اظهاراتت اومده دیروز که برای پیاده روی رفته بودی بیرون و همون وقت بوده که جسد رو پیدا کردی، ظاهرا یه سگ همراهت بوده. البته اینطور که خودت گفتی انگار سگ مال همسایت بوده، آقای ریکاردی. درسته. خب من همه اینا رو دیروز صبح به این جوان گفتم و اون همه رو یادداشت کرد. الان مشکل چیه؟ سگه مشکل ساز شده. یعنی میخوای بگی از شدت استرس و ناراحتی خودکشی کرده و نمیتونه شهادت بده؟ این شوخی ها به شخصیت محترمی مثل تو نمیاد. این سالا هم به پلیس باهوشی مثل تو نمیاد. ما فقط میخواییم بدونیم وقتی که اون روز جسد رو تو مسیرت پیدا کردی سگه چی کار میکرده. فقط میخواییم بدونیم سگه چی کار میکرده. سگه چی کار؟ بذار ببینم، فکر کنم از شدت استرس و ناراحتی داشت گریه میکرد. همه چیزو به مسخره گرفته. معنی این سالا چیه ویکتور؟ داری وقت رو تلف میکنی. منطقی باش، ما احتمال دیدیم که باید اول سگ جسد رو پیدا کرده باشه، نه تو. خب ولی اینجا تو شهادت دادی که خود جسد رو پیدا کردی، پس سگ چی؟ این وسط سگ چی؟ خب پس توقع داشتی بگم سگ جسد رو پیدا کرده. اون وقت شما از من این پرسید چرا سگ به شما تلفن نکرده؟ اصلا چرا خود سگ رو میپرسی؟ مشکل تو اظهارات منه. خب درستش کن. بنویس جوان، بنویس پسرم، بنویس ما با هم جسد رو پیدا کردیم، من و سگه، و بعد به شما تلفن کردیم با موبایل سگه. آقای هرست، پیدا شدن جسد دو دختر نوجوان توی منطقه برای شورای شما خنده داره. تمام مسئولیت که ازش حرف میزدی همین بود. مردم تو رو انتخاب نکردن که به جنازه بچه هاشون بخند. من به شیوه پوسیده پلیسی شما دوتا خندیدم.
یادت باشه چون ازم خواهش کردی اینجا هستم، پس دیگه صدا تو برای من بلند نکن. برای کلمتری ما خجالت آوره که دوتا از دختر بچه های این محله تو فاصله دو هفته کشته بشن و ما هیچ غلطی نکنیم. فکر کنم به خاطر طعم مزخرف قهوه. این اداره حتی سیستم کامپیوتری درست حسابی نداره. چون اینجا اداره پلیس معمولیه. با توجه به شیوه قتل ها ما احتمال میدیم که هر دو قتل کار یه نفر باشه و خب این موضوع مسئله رو ترسناکتر میکنه. به هر حال مسخره است. چی مسخره است؟ کشته شدن همسایه هات. خونه اون بچه ها با خونه تو فقط یه خیابون فاصله داشته. منظورم منطق احمقانه شماست که مسخره است. داری وقتم رو تلف میکنی. سوالت رو بپرس. دختر بچه‌ای که جسدش رو پیدا کردی میشناختی؟ دقت نکردم، حالم زیاد خوب نبود. اگه بچه خودت بود چی؟ بازم اینجا با خیال راحت میشستی و ما رو به حماقت متهم میکردی؟ یا تمام نیروی پلیس و شهرداری و شورا و مردم رو جمع میکردی که جواب بدن؟ میدونی که من بچه ندارم. امیدوارم به اهمیت مسئله پی برده باشی. خونه شما چقدر از اینجا فاصله داره؟ خیلی کم. پس خطر شما رو هم تهدید میکنه. فراموش کردی که من کی هستم. این که شما کی هستین اصلا مهم نیست. شما باید مثل شهر من متهم اینجا نیستم. درسته، ولی بعد به سوالات ما باید برای من وجود نداره. سرنوشت من دست خودم. خواهش میکنم بس کافیه. بس دیگه، اینطوری به جایی نمیرسیم. هنری، میشه خواهش کنم یه بار دیگه ماجرای پیدا کردن جسد رو برام؟ من آدم صبوری هستم، اما اگه صبرم تموم میشه. لازم به تهدید کردن نیست، تو رو خوب میشناسم. من حق دارم از احترامی که شایسته شهروند و عضو هیئت مدیره شورای شهر برخوردار باشم. ما بودجه این اداره رو تامین میکنیم و در نهایت توقع احترام داریم. همین از ما کیه؟ طبق ماده 91 فصل 18 قانون مجازات ایالات متحده صفحه 475 هرگاه یک شهروند. خیلی خوب، خیلی خوب، میدونم کتاب قانون از حفظی، لازم نیست اینجا رو به دادگاه تبدیل کنی. بازم بهت میگم خیلی لطف کردی که خواهش منو پذیرفتی. پس بیا زود تمومش کنیم. شما چرا اینجا ساعت نبرین؟ ساعت باعث میشه که زندگی طولانی تر به نظر برسه. هنری، میشه یه بار دیگه ماجرا رو از اول برام تعریف کنی؟ لطفاً. منتظرم. دیروزم طبق معمول داشتم همون مسیر همیشگی رو به سمت پارک میدویدم. برای دلخوشی سوزارم که شده، من هر روز به سمت پارک میرم و ورزش میکنم. داشتم از جلوی خونه ریکاردی رد میشدم که سگه رو دیدم. پیرمرده چند وقتی ازم خواهش کرده بود که وقتی برای ورزش میرم سگش رو هم با خودم ببرم. پس دیروز سگه با شما بود؟ آره. من چیز دیگه گفتم؟ پس سگه با شما بود؟ این چه سوالیه؟ فقط یه سوال ساده است. سگ لعنتی اونجا بود. باشه؟ داشتیم از وسط پارک رد میشدی. من و سگه. پارک زیاد شلوغ نبود، چند تا دختر و پسر جوان داشتن ورزش میکردن، داشتیم با همدیگه میدویدیم من و سگه، که یهو سگه رفت وسط درختا. رفتی دنبالش؟ آره رفتم. نه رفتم. اول چند بار صداش کردم اما اون پارس میکرد و بر نمیگشت. از اونجا چیزی دیگه نمیشد؟ نه، پرچین ها نمیذاشتن که چیز رو ببینم. از روی صدا بهش نزدیک شدم. اول فکر کردم که یه نفر وسط درخت خوابیده، اما شک کردم. بعد دیدم یه دختر جوان، یه دختر خیلی جوان
روی زمین با چشمای باز دراز کشیده، دستاشم زیر سرش بود. اول فکر کردم که خوابیده، اما مرده بود. تازه 13 ساله شده بود. از کجا فهمیدی که مرده؟ بهش دست زدم، نبض نداشت، قلبش هم نمیزد. ترسناک بود. پس سگه دیروز با شما بود؟ آره. خیلی خوب، من دیگه باید برم. وقتی کمی برای آماده شدن دارم. هنری، ریکاردی گفته که دیروز سگش همراه تو نبوده. کی از اون پیر مرد احمق توقع حافظه درست حسابی رو داره؟ خب همسایه های دیگه تو چی؟ آقای اشمیت و خانم شاو، اونا هم مشکل حافظه دارن. توقع داریم هم حرف کدومتون رو قبول کنن. خوبه کاراگاه، تو که از قبل سناریوی خودتو نوشتی، دنبال چی میگردی؟ یه قاتل؟ داری مسئله رو شخصی میکنی. همیشه مسئله بین من و تو شخصی بوده. تو همیشه با شغل و شیوه کار من مشکل داشتی، درسته؟ من به عنوان مأمور قانون دارم با تو صحبت میکنم. من از این موقعیت و از این لحن تو و این همکارت که دائم داره به من لبخند میزنه خوشم نمیاد. اگه تو نماینده قانونی، منم یک شهروند شناخته شدم که به تو اجازه نمیدم از قدرت خودت سوء استفاده کنی. در ضمن خیلی طبیعیه که در برابر اون همه رأی که آوردم چند تا دشمنم داشته باشم. یعنی میخوای بگی که همسایه‌هات با تو مشکل شخصی؟ اشمیت یه آلمانیه که از بعد از جنگ اینجا قایم شده. شاوم یه ایلندیه که ممکنه سوابق عجیب و غریبی تو ارتش آزادی بخش داشته باشه. اگه از من میپرسی میگم اولی نجات پرسته و دومی هم فکر میکنه که ما تو اشغال کشورش سهیم بودیم. خب چی فکر میکنی؟ میبینی که منم منابع اطلاعاتی خودم رو دارم. یعنی میخوای بگی که منظورم اینه که خیلی ها ممکنه پیش خودشون فکر کنن که من هنری هرس استحقاق داشتن اون خونه بزرگ، این همه ثروت و از همه مهمتر سوزان رو ندارم. خیلی ها به زیبایی و جوونی زن من حسادت میکنن. میدونی چرا؟ چون خیلی ها فکر میکنن که فقط ستاره ها استحقاق داشتن یک زندگی پر زرق و برق و خوشبختی رو دارن. اما یه آدم معمولی حق نداره از سطح خودش بالاتر بره. جای پای سگ تو صحنه جنایت پیدا نشده، در حالی که تو گفتی که جسد و سگ پیدا کرده. پس نتیجه میگیریم که شما از ضعف حافظه رنگ گوش کن تازه کار دروغ میگید. گوش کن تازه کار، حتی منم که پلیس نیستم میدونم روی زمین پر از برگ نمیشه رد پا پیدا کرد. اما به هر حال اون سگ لعنتی اونجا بود. اون سگ لعنتی اونجا توی پارک بود. گفتی ریکاردی چی گفته؟ گفته دیروز سگش با تو نبوده. آره آره، حق با شماست. آره حق با شماست. من سگه رو توی پارک دیدم. توی پارک؟ ریکاردی حواست درست حسابی نداره. بعضی وقتا من سگش رو پیدا میکردم و بهش تحویل میدادم. امیدوارم این داستانت قانع کننده باشه. منم امیدوارم، چون اگه نباشه مجرمه که دیگه بسازم. نگاه، خیلی به خودتون اطمینان داری. در واقع دارید با ما بازی میکنید. داره تو بهتر مواظب سگ خودت باشی تا منم تام باشم. تو داری از حد خودت تجاوز. ویکتور خوب میدونه که اگه ازش شکایت باشه کار این پرونده به کجا کشیده میشه. تو هم بهتره اینو یاد بگیری. جوجه پلیس، تو اولین کسی بودی که جسدو پیدا کرده. تو به ما زنگ زدی. عجب تئوری شاهکار، یعنی اولین نفر همیشه خود قاتله. من چنین چیزی نگفتم. اینجا نوشته تو به سرعت به طرف خونه رفتی و بعد به پلیس تلفن کردی. اگه فرض کنیم که مثلا موبایل همراهت نبوده باشه، یعنی اون دور و بر یه تلفن عمومی پیدا نمیشه. تو مسیری که من ورزش میکنم هیچ تلفن عمومی پیدا نمیشه. تو مسیر از پارک تا خونه تو سه تا تلفن عمومی هست. خیلی خوب هست، اما تو اون شرایط آدم نمیتونه درست تصمیم بگیره.
ببینید شاید عاقلانه ترین کار این بوده که من برگردم خونه و از اونجا به شما زنگ بزنم. شاید فکر کرده بره خونه خودشو تر و تمیز کنه، آماده بشه، بعد به ما زنگ بزنه. من متهم میکنه. متاسفانه تو داری زد و نقیز حرف میزنی. شاید بهتر باشه حرفاتو ضبط کنی. چی؟ انگار اصلا اهمیت موضوع رو درک نکردی. پس منظور در یه صحبت دوستانه این بود، آره؟ فکر میکنم وقتش رسیده که وکیلتو خبر کنی. وکیل؟ من وکیل نمیخوام، من هنری هرس هستم. روشنش کن. اینطوری رسمی تره. خوب شد که از همسر جدا شدی، چون فرزندی نداری که به خاطر اخراج شدن از اداره مجبور بشه همونو توی یتیم خونه بذاره. حرفت تموم شد، ضبط روشن میکنم، چون نمیخوام توهینی که داری به من میکنی جز اتهاماتت قرار بگیره. خیلی خوبه، خیلی خوبه ویکتور. رئیست عوض شده، رشد کرده. تو این 10 سالی که میشناسمش هیچ وقت فکر نمیکردم یه همچین اعتماد به نفسی داشته باشه. داره از این بازی خوشم میاد. در ازای حقوقی که دارم میگم وظیفه‌مو درست میخوام انجام بدم. حقوق؟ کدوم حقوق؟ تو به اون صدقه میگی حقوق؟ هیچ فکر کردی که به خاطر همون حقوق مجبوری چطوری زندگی کنی؟ هیچ زنی حاضر نمیشه پاشو تو اون اشغال دونی بذاره. به خاطر همین همیشه تنهایی. حقوق؟ عوضش دوستای خوبی مثل تو دارم. ویکتور، ویکتور، ویکتور. از این به بعد دشمن بزرگ برای خودت دست و پا کردی. مطمئن باش پایان این نمایش مسخره تو دیگه اینجا نیستی. تو ساحل یه جزیره دور افتاده نشستی و داری با مدارک خودت بازی میکنی. از حالا به بعد میخوام بدونم تئوری توطئه احمقانه تو تا کجا پیش میره. روشنش کن. سخنرانیتون تموم شد؟ نمیخوان یک کمی از این سخنرانی رو بزنین برای این مراسم جشن؟ از همکاریت ممنونم. بعد از ظهر 31 دسامبر من کارگاه ویکتور گرام به همراه همکارم جان ونز در حال بازجویی از آقای هنری هرست در خصوص پرونده قتلای اخیر در منطقه 17 در کلانتری شماره 17 منهتن هستیم. شما هنری هرست ساکن شماره 7 خیابون دوم و عضو شورای شهر هستید. خدا حافظ. لطفاً با بله و خیر جواب بدید. بله. سرگرمی شما چی آقای هرست؟ سرگرمی اصلی من عکاسیه. از چی عکس میگیرید؟ از خونه ها، درخت ها، هر چیزی که برام جالب باشه. البته قبلاً موضوع اصلی عکاسیم سوزان بود. از مرده ها چی؟ از اون عکس میگیرید؟ عکاسی خبری برام جالب دیدید. این عکس ها رو کجا چاپ میکنید؟ تو خونم یه تاریک خونه دارم. به کامپیوتر و اینترنت علاقه دارید؟ کامپیوتر برام زیاد جالب نیست. ولی شما توی دفتر کارتون یه کامپیوتر دارید؟ گفتم لطفاً با بله و خیر جواب بدید. بله بله. توی دفتر کارم یه کامپیوتر دارم. متأهل هستی؟ بله. بچه دارید؟ گفتم که نه. آدم تنهایی هستی، درسته؟ متاسفانه شما آدم هایی هستید که به جای تحقیقات درست برای رسیدن به هدف راه کوتاه‌تری انتخاب میکنید. تهمت زدن به یه شهروند محترم کاری نداره، مخصوصا اگر اون شهروند دوست کارگاه پلیس هم باشه. هنوز که با هم دوستیم. آدم تنهایی هستید؟ من همسرم تنها زندگی میکنیم. چرا بچه دار نشدی؟ چی؟ چرا بچه دار نشدی؟ خب من لطفاً به سوال من جواب. سوال تو شنیدم، دلیل مختلفی داره. چه دلایلی؟ چرا باید به این سوال تو جواب بدم؟ دلیل اصلیش چیه؟ دلیل پزشکی. باید جواب بدی. چرا؟ چرا دلیلش چیه؟ من نمیخوام به این سوال جواب بدم. چرا باید نمیخوام؟ یه سوال خصوصی به خود من مربوطه. چرا باید لطفاً جواب بدی؟ چرا بچه‌دار نمیشی؟ همسر من باردار نمیشه. توی گزارش کارگاه بنزون نمیخوای موضوع جالب بچه دار نشدن منو ادامه بدین؟ به موقعش. نه نه، کنکاش کنین، شاید چیز جالبی گیرتون بیاد. گفتم به موقعش. توی گزارش کارگاه بنزون اومده زمانی که دیروز صبح توی خونه خودت مورد بازجویی مقدماتی قرار گرفتی، لباس ورزشی به تن نداشتی، در حالی که خودت گفتی اون روز صبح برای ورزش کردن رفته بودی. چرا؟ لباسمو عوض کردم. به محضی که رسیدم خونه به شما زنگ زدم، بعد دوش گرفتم و لباسم عوض کردم. ولی سوزان از پیدا شدن جسد اظهار بی اطلاعی میکنه، چون اون تو اتاق خواب بود. اما تو گزارش اومده که تو از تو اتاق خواب با ما تماس گرفتی. بحثمون شده بود، این مسائل به شما ربطی نداره. اگه بخوای اینطور ادامه بدی خیلی دیر به جشن میرسی. من میخوام فقط بدونم که تو وقتی داشتی تلفن میکردی سوزان اونجا بود یا نه. کارتو خوب بلدی، باید بگم که غافلگیرم کردی.
اما مسائل خصوصی من هیچ ربطی به شما نداره. منتظرم جواب بدی. اتاقمون از هم جداست، مدتیه که جدا از هم زندگی میکنیم، فعلا رابطمون سرده، فعلا اوضاع اینجوریه. لازم نیست که وانمود کنی، درک میکنی. خیلی خوب، بهتره بریم سراغ قتل اول. بهتره من برم دستشویی. دستشویی؟ هنوز که بازداشت نیستم. هستم. اونز را بهت نشون. دو نقیز میگه مراقبش هستن، جایی نمیتونه بره، مواظبشن، حالش هم زیاد خوب نیست، البته شاید هم تظاهر میکنه. بهتر از این به بعد بیشتر خودتو کنترل کن. من این همه سال آموزش ندیدم که جلوی آدمی مثل هنری هرست دست و پا بسته باشم. تلاش من و شما آخرش به کجا میرسه؟ من اگه خیلی شانس بیارم و اندازه شما زنده بمونم آخرش به هیچ جا نمیرسم. ببخشید رئیس، حالا توی زندگیتون احساس پوچی و بیهودگی کردید؟ من وقتی شما رو میبینم و میدونم که آخر زندگی مثل شماست، از همین الان تمومش رو تباه شده میبینم. اما مبارزه میکنم. چاره ای ندارم. میخواییم بقیه بازجویی رو بسپارید به من؟ تو نرو پسر، ما باید طبق قانون عمل کنیم. قانون دست آدم هایی مثل هنریه. هنری هم یه آدمه و هر آدمی بالاخره اشتباه میکنه. تو هم بهتر دنبال گرفتن انتقام تمام شکست های زندگیت از یه نفر نباشی. ما هنوز مطمئن نیستیم که قتل و کار اونه یا نه. کارگا کروم. بله قربان. البته ما متاسفانه تو این شرایط من بله من به شما اطمینان میدم، من مسئولیتش رو قبول میکنم. بله قربان، حتما. کریسمس مبارک. چی شده رئیس؟ پول؟ رئیس دوست نداره بوت هنری شکسته بشه. هنری قراره مبلغ زیادی از کمک‌های خیریه رو به کلانتری ما اختصاص بده. مثلا میشه اونا نمیخوان این پول از دست بدن. جلو دستشویی برام مأمور گذاشته بودیم. شما فکر کردین من فرار میکنم؟ جزو قوانینه. ضمنا نمیخواستم پیش از اینکه بازجویی تموم شه از اینجا بریم. ابنز قتل اول
یه دختر 15 ساله. جسدش رو توی کوچه یه تنگ و کثیف توی محله بدنام پیدا کردن. ظاهرا ساعت 10 شب بدون اجازه مادرش از خونه خارج شده. خونه اون 15 دقیقه از اینجا فاصله داره، یعنی در همسایگی تو و این کلانتری زندگی میکرده. قاتل بعد از قتل جسد دختر رو به شکل به خصوصی تنظیم کرده، دستاش رو زیر صورتش گذاشته و پاهاش رو جمع کرده. حالتش به کلی به صورتی بوده که انگار خوابیده، مثل یه فرشته کوچولو. میبینی؟ درست مثل اونه که تو پیدا کردی. دوست ندارم جور چیزا رو ببینم. مگه به عکاسی علاقه ندارید؟ اینم یه جور عکس دیگه. حالا از اینجور عکس نگرفتی؟ ساعت چنده؟ هنوز وقت داری. سوزان تنهاست، نگران میشه. اون آدم حساسیه. دوست ندارم راجع به این بازجویی چیزی بدونه. ممکنه به خاطر علاقه زیادش نسبت به من نتونه عاقلانه با این قضیه برخورد کنه. بالاخره من نمیخوام راجع به این قضایا راستشو بخوام. من بهش خبر دادم. اون میدونه من و تو با همیم. خیلی هم خوشحال شد. خوبه. پس تو از قبل نقشه خودتو کشیده بودی؟ آره. ماشین تو شب قتل اول حدود ساعت 9 تو محله بدنام دیده شده. اونو به کسی قرض داده بودی. بعدی ماشینای شیک و گرون قیمت همینه دیگه. خیلی زود جلب توجه میکنن، به خصوص تو محله های بدنام. میخوای خیلی دوستانه بگی تو محله چیکار میکردی؟ من عجله‌ای برای نابودی تو ندارم، اما انگار خودت خیلی مایلی با این دلایل مسخرت چندین سال تو این اداره کار کردن تو به هدر بدی. تو محله چیکار میکردی؟ دلایل محکمه پسند تو همینا هستن؟ تو محله چیکار میکردی هرس؟ من خونه خواهرزنم بودم، رفته بودم هدیه کریسمس بچه ها رو بهشون بدم. اونا مثل بچه های خودم میمونن، ما با هم خیلی صمیمی هستیم. اگه سوزانم بچه دار میشد الان دختر من همسن سال کامل بود. پس اونجا بودی؟ چرا سوزان همراهت نبود؟ به خاطر مشکلات خانوادگی. چی؟ تو این از این حرفا سر در نمیاری. ببین، بعضی زنها هستن که وقتی مادر میشن به بهترین موجود روی زمین تبدیل میشن، اما وقتی نباشن حتی ممکنه به دو تا دختر بچه هم حسادت کنن، نسبت به اونا حساس بشن. یعنی میخوای بگی که سوزان به اون بچه هم حسادت میکنه؟ سوزان سابقه ناراحتی روانی داره، بعضی وقتا از یه کاکوه میسازه. شاید به خاطر اینی که من و سوزان خیلی به هم علاقه داریم، بعضی وقتا پیش میاد. یادمه اون اوایل که پیش پدرش میدیدمش، یه دختر 15-16 ساله بیشتر نبود. اونقدر زیبا بود که آدم نمیتونست ازش چشم برداره. بار سوم چهارم که به خونشون رفتم، وقتی که منو با یه زن دیگه میدید کاملا به هم میرید. پرسیدم چرا اون شب سوزان همراهت نبوده. قربان، اونا حرفش رو تایید میکنن، ولی میگن ماشینش نزدیک خونه اونا پارک نشده بوده. خب مطمئن نبودم اونجا میرم یا نه، میترسیدم سوزان از دستم ناراحت بشه. چند لحظه قدم زدم و تصمیم گرفتم که اونجا برم. ساعت بعد ماشین چند تا خیابون اون طرفتر از جایی که قبلا پارک کرده بودی دیده شده. ظاهرا درست پارک نکرده بودی، به خاطر همین توجه پلیس گشت جلب شده. بعد از خونه خواهر زنی حالم خوب نبود، نگه داشتم تا یه حال هوای عوض کنم، حالت تهوع داشتم. کسی هم هست که حرفاتو تایید کنه؟ نه، روی نیمکت سنگی یه مدتی دراز کشیدم. درمانی که تو اون سنگ وجود داشت میتونست حال منو بهتر کنه. یه مدتی رو اون سنگ دراز کشیدم تا اینکه حالم بهتر شد، بعدش رفتم خونه. قصه‌ی تو جالب و جالبتر میشه. این یکی دیگه از اون باحالشه. چرا ما باید این اراجیف تو رو باور کنیم؟ هنوز به سوال من جواب ندادی. چرا سوزان همراهت نبوده؟ گفتم که به سوزان و خواهرش مربوط میشه. یعنی سوزان به خواهرش حسادت میکرد؟ من چه میدونم؟ نمیدونم. من میدونم که تو از شوهر خواهر سوزان خوشت نمیومده، چون اون جوونه و فاصله سنی تو و سوزانم زیاده، برای همینم بهش حسادت میکردی. خیلی خوب، خیلی خوب. آره ویکتور، تو همه چیز راجع به من و زندگی میدونی، تو همه چیز راجع به زن من میدونی. اصلا چرا میای به جشن همه این چیزا رو به مهمونام بگی؟ آره؟ چرا نمیای به اعضای شورای شهر بگی که راجب من و زنم چی فکر میکنی؟ چرا همه این چیزو به سوزانم نمیگی؟ اگه لازم باشه این کارو میکنی. شوخی میکنی؟ تو شوخی میکنی؟ میخوای زندگی من از این که هست بدتر بشه؟
خواهش میکنم زمین که من از این جهت بدترش نکن. من از تو دستور نمیگیرم هنری. اینجا با دست تو بگیر تو به هیچ درد نمیخوره. ساکت باش آقا. ساکت باش آقا. ساکت باش آقا. ساکت باش آقا. لعنت به تو ویکتور. مصاحبه یا بازجویی مثلا دوستان همینجا تمومه. من به اختیار خودم اومدم، به اختیار خودم از اینجا میرم. میخوایی به زور جلو ما بگیری و چرا بازداشت هم نمی کنی؟ حقوقشو بهش بگو. حق دارید ساکت بمونید. ممکنه هرچی که بگید علیه شما توی دادگاه استفاده بشه. میتونید وکیل بگیرید یا اینکه دولت برای شما وکیل تسخیری در نظر میگیره. باید از اول میدونستم. مجبورم کردی. به چه جرمی؟ قتل و آزار اذیت. چطوره؟ بیا بیرون. تو یه احمقی نمیدونست. آره خودشه قربان، من میدونم. بذاریم برم تو حسابشه. خوابه دستور ندادم هیچ غلطی نمیکنی. کافی بهش دستورم تا یه قافله وکیل اینجا ردیب شه. اون وقتی که کارمون تموم و دیگه دستمون بهش نمیرسه. گوش کن، من میرم با همسرش تماس بگیرم. تو هم مراقبش باش. از همه مهمتر اون دهن گندت هم بسته نگه دار. مفهوم شد؟ گرم زدی پسر، گرم زدی. اما کارت خیلی عالی بود، آفرین. غافلگیرم کردی، واقعا غافلگیرم کردی. آزار و اذیت، آزار و اذیت. هیچ میدونی که ویکتور رئیست میخواست اینو جای رو کنه که من کاملا غافلگیر بشم. پس تا هم میخواستی مأمور اعدام بشی؟ آره؟ شرم‌آوره. یعنی تیمارستانا دیگه برای دیوونه‌های مثل تو جا ندارن که سر کلتون تو اداره پلیس پیدا میشه. چیه؟ ویکتور بهت گفته ساکت باشی. تو جوونی، نباید راه ویکتور ادامه بدی. هیچ میدونیم شما دوتا دارید بی دلیل یه شخصیت دولتی رو به قتل محکوم میکنید. میدونین یعنی چی؟ یعنی بیل برداشتین رو دارید گور خودتون رو میکنید. دیوونگی نکن پسر. من پسر تو نیستم. بهتره تمام تلاش تو بکنی تازه کار، چون اگر فردا صبح من از اینجا برم بیرون، تو توی صف استخدام مأمور اعدام هستی و داری فرمشو پر میکنی. برگرد برو بشین سر جات. دوست داری تمام عمرتو مثل ویکتور فقیر و تنها زندگی کنی؟
کسی چه میدونه؟ شاید با عوض کردن رفتار توی این پرونده بتونی برای خود پله قانونی درست کنی. برو بشین سر جات. احمق نباش، نمیخوام بهت رشوه بدم، اما موقعیت من طوریه که نمیخوام این اتهامات علنی بشه. خب هنوزم دیر نشده، میتونم همه چیزو از جانب تو نادیده بگیرم. میتونم همه چیزو از جانب تو نادیده بگیرم. برگرد رو بشین سر جات، مافیای لعنتی. بشین. خیلی خوب. اونجا نه، بشین اونور. باشه باشه. بشین. باشه باشه. نشستم نشستم. خب حالا نشستم، اما فردا صبح همین مافیای لعنتی تو رو از اینجا اخراج میکنه و به عنوان مأمور اعدام ویکتور استخدام میشی. پس دوست داری فردا که به جرم خفه کردن و آزار اذیت اون بچه ها به مرگ محکوم میشی، من مأمور اعدامت باشم؟ آزار و اذیت و خفه کردن. چی؟ ترتیبش رو اشتباه گفتی. درستش اینه، اول آزار و اذیت، بعد خفه کردن. از کجا میدونی؟ خیلی طبیعیه. چی طبیعیه؟ این که اول آزار و اذیت صورت گرفته باشه، بعد خفه کردن. از کجا میدونی اول آزار و اذیت بوده بعد خفه کردن؟ من نمیدونم، فقط حدس زدم. شاید روال عادی قضیه این باشه. روال عادی؟ جزئیاتو خیلی خوب بلدی پدر بزرگ. بگو ببینم چجوری عمل میکنی؟ من پدر بزرگ تو نیستم. چی صداشون میکردی پدر بزرگ؟ ها؟ بس دیگه. چجوری میدوزیدیشون پدر بزرگ؟ گفتم بسه. ها؟ میگفتی دخترم، کوچولو، عزیزم، خفه شو. ها؟ تو بچه نداری پدر بزرگ، همین مشکلت هم باعث میشه دیوانه بشی. گفتم خفه شو. عقیمی پدر بزرگ، کجا میبردیشون؟ خفه شو. کار میکردی؟ گفتم خفه شو. من یه پلیس مرجور دلم به آدم بزنم. اینجا چه خبره؟ از این آقای مارکی دوستات بپرس. دیگه رو این پرونده کار نمی کنی. تحریکم که قربان، میخواست فرار کنه. تا هنوز درجاتو داری برو پیکارت، برو سال نو رو جشن بگیر، تو به درد این بخش نمی کنی. من قربان دیگه یک کلمه هم حرف نزن، برو پیکارت. ازتون شکایت میکنم، بیچاره شدی ویکتور، بلایی به سرت بیادم. شاهدی نداری؟ پس اون به دستور تو این کارو کرداره؟ وکلای ما راهش خوب بلدن، اونا میدونن چطور این تازه کارو توی دادگاه به گریه کردن و اعتراف کردن وادار کنن. هیچ مدرکی ندارم. مدرک میسازم، مدرک میسازم. دیرم شده، ساعت چنده؟ چرا برای خود دیگه ساعت مچی نمیخری؟ از گذشت زمان متنفرم. ساعت چنده؟ ندونی بهتره. جلسه دارم، به فکر آبروی خودت تو من باش مرد. نمیخوای با سوزان صحبت کنی؟ گفتم پای اون وسط نکش. دیگه دیر شده، مجبور شدم باید چند تا سوال ازش میپرسیم. پس فطرت، تو یه پس فطرتی ویکتور، تو یه پس فطرتی، اینو میدونستی؟ ترجیح میدم پس فطرت باشم تا یه قاتل رو. پای سوزان رو وسط نکش. سوزان تو اتاق بازجوییه، میتونی از پشت شیشه ما رو ببینی. نگران نباش، اون تو رو نمیبینه. دستکارم روشن میکنم تا صدای همسرت رو بشنوی.
سوزان. ویکتور، اینجا چه خبره؟ بهت توضیح میدم. هنری کجاست؟ بشین. اون نمیتونه تو رو ببینه. کاری کرده؟ نه، هنوز مطمئن نیستم. اگه بیگناهه چرا نگهش داشتین؟ سخنرانی داره شروع میشه. کسی نگفت بیگناهه. زد و نقیز میه. برای همین خواستم با تو صحبت کنم. شاید تو بگی چرا این روزا با هم مشکل پیدا کردید و چرا رابطتون با هم سرد شده. معلومه که زیاد ساکت هم نبوده. در باره خواهرت حرف زده. پس سرتون خیلی شلوغ بوده. تو حرفش رو راجب این که شب 19 دسامبر خونه خواهرت بوده تایید میکنی؟ خونه خواهرم بوده؟ برای چی اونجا رفته؟ میدونی چه ساعتی به خونه برگشت؟ این اواخر معمولا شبا دیر به خونه میومد. اما من چیزی راجع به این که خونه خواهرم بوده نمیدونم. ازش نمیپرسیدی چرا شبا دیر میاد خونه؟ رابطه ما به جایی رسیده که دیگه از این سوالا از هم دیگه نمی کنیم. ما حدس میزنیم هنری اون شب توی یکی از محله های بدنام بوده. کدوم محله؟ یکی از محله هایی که محل اجتماع آدم های خلافکار و ناجوره. تو همون محله یه جسد درست به شکل جسدی که هنری توی پارک پیدا کرده کشف شده. ظاهرن قتل اول توی اون محله بوده و قتل دوم هم توی پارک. و هنری هر دو جا دیده شده. مطمئنی که هنری اونجا بوده؟ ما شاهد داریم چند نفر اونو دیدن که کافیه. ما برای تکمیل پرونده احتیاج به جزئیات بیشتری داریم. میدونم که خونه به نام تو سوزان. اجازه بازرسی خونه رو به من میدی؟ نه. میخوام یه دقیقه تنها باشم. چرا بهش گفتی من کجا بودم؟ بهتر وکیلتو خبر کنی. چرا پای سوزان رو به این ماجرا باز کردی؟ چرا با احساسات من بازی میکنی ویکتور؟ اگه میخوای تکرار نشه بهتر بگی که اون شب کجا بودی. مطمئنی با کسی ملاقات نداشتی؟ من اونجا نبودم. ولی تو رو دیدن که توی اون محله بدنام در حال صحبت با چند نفر بودی. حرفی ندارم. مدت هاست که داری به همسرت بیتوجهی میکنی، درسته؟ حرفی ندارم. خلاص، پس من مجبورم که این مدارکو به سوزان نشون بدم. این کارو نکن. خواهش میکنم. اونجا رفته بودی یا نه؟ مجبور بودم. پس اونجا بودی. لطفاً تمومش کن. اگه یه مقام دولتی بخواد مخفیانه به یکی از این محلهای ناجور بره معمولاً چیکار میکنه؟ خب مسلماً تغییر قیافه میده. ما شاهد داریم یه نفر عکس تو رو شناسایی کرده بدون گلاگیز. خب این چی رو ثابت میکنه؟ که من یه قاتلم؟ خیلی خوب، آزمایش دی ان ای میتونید اینو ثابت کنید که من توی اون قتل‌ها دست نداشتم. من فقط میخواستم شناخته نشم، از آبروم میترسیدم، همین. متاسفانه قاتل همه چی رو در مورد آزمایشگاه های ما میدونسته. سر نخی از خودش نذاشته، هیچی برای آزمایش کردن وجود نداره. اونم مثل تو باهوش بوده هنری. وقتی کارش با اجساد تموم میشده با دقت موهاشون رو شونه میکرده و بعد حالت بدن و دست و پاشون رو درست مثل این عکس تنظیم می‌کنه. اون ضبط لعنتی رو خاموش کن، بذار سوزان بره. دوست ندارم بیشتر از این به من بدبین بشه. تو گفتی که علاقه به کامپیوتر نداری، اما حافظه کامپیوتر مرکزی نشون میده که بارها به وسیله کامپیوتر شخصی از دفتر کارت وارد سایت‌های غیر اخلاقی شدی، درسته؟ از جون من چی می‌خوای؟ لطفاً با بلو خیر جان. بله بله بله. این چی رو ثابت می‌کنه؟ که من یه آدم فاسدم؟ که من تنهام؟ خیلی خوب، چند باری که ایمیل تو چک کنی چند تا از این معرفی نامه‌های غیر اخلاقی توش هست. منم چند بار اونا رو چک کردم، همین.
این که زنم به من رغبت نداره به اضافه این مسائل باعث میشه که من آدم کش بشم. نه، باعث میشه که نماینده خوبی برای مردمی که به رأی دادن نباشی. وقتی از قانون شکنی لذت ببری، پس تلاشی هم برای از بین بردنش نمی کنی. توقع داشتی چه کار کنم؟ تمام عمرم رو التماسش کنم. توی اون محله چی؟ بازم سنگینی رأی مردم رو روشون حس می کردی؟ با همین مدارک میخوای علیه من اعلام جرم کنی؟ نه، سوزان در مورد تو و خواهرش با من حرف زده. دروغ گفته، همش دروغه. هر چی در رابطه با من و کامیل گفته دروغه. کامیل، سوزان اون تو رو متهم میکنه که نسبت بهش بی‌توجهی کردی، همش به خاطر دختر خواهرت بوده. خجالت آوره. چطور این حرفا رو به تو زده؟ حتما خیلی ترسوندیش. ببینم تو دفتر توه؟ آره. همیشه منو به حسودی متهم میکرد، اما بالاخره خوشگذرونیاش به ضررش تموم شد. مسئله اون و دختر خواهرت کامیل. کامیل چی بود؟ ما همیشه عادت داشتیم شبای کریسمس بریم منزل خواهرم. چون بچه نداشتیم، هنری به بچه های اونا علاقه من بود. اونا هم به هنری وابسته شده بودن. همیشه براشون هدیه های گرون قیمت میخرید و این مسئله شوهر خواهر منو عصبانی میکرد، چون اون وضع مالی خوبی نداره. اون هر چی رو که بخواد با پول میخره، هر چی. عشق اون بچه هارم خریده بود. اولش فکر میکردم به خاطر تنهاییه، ولی بعدم فهمیدم هدف دیگه ای داشته. میخوای بگی مشکل روانی داشته؟ نمیدونم، رفتارش برام خیلی عجیبه. با شوهر خواهرت مشکل داره؟ کدوم مرد محسنی نسبت به مردای جوانتر از خودش حسادت نمی کنه؟ اون همیشه سعی داشت با شوهر خواهرم بحث کنه تا زمینه تحقیر اون مرد بیچاره رو فراهم کنه. بحثای سیاسی، مالی. اون شب هم هی بحث کرد، سعی داشت شوهر خواهرم رو عصبانی کنه. موفق شد؟ نه، موفق نشد. مطمئنم اگه من جلوشونو نمی گرفتم حسابی کتک خورده بود. بیچاره خواهرم آتش برده بود. رفتار هنری اون شب از همه شبا عجیب تر بود. دنبال بهونه می گشت. از کامیل بگو. اون شب وقت که دید نمیتونه به هدفش برسه از سر میز بلند شد. میدونستم که داره یه جایی میره. حس زنونا اینو به من میگفت. دنبالش رفتم، همه جا رو گشتم اما پیداش نکردم. از پله ها رفتم بالا، نزدیک اتاق کامیل که شدم صداشونو میشنیدم که دارن آروم با هم حرف میزنن. یه چیزی تو صداشون بود که خیلی اذیتم میکرد. هنری روی تخت نشسته بود، کامیلم همینطور جعبه های هدیهش جلو چشمش بود، داشت با اونا بازی میکرد. هنری تا منو دید خندید و اومد جلوی من.
همش دوست داره با پولش به مردم ترحم کنه و عشق اونا رو بخره. کامیلم دوید رفت جلوی آینه، واسه به اون شونه زری که هنری براش خریده موهاشوش شونه کردن. حالم از این حس ترحم و مهربونی به هم میخوره، حالم به هم میخوره، درست یاد خودم میافتم. متاسفم. نه تو متاسف نیستی، تو همیشه دوست داشتی هنری رو تو چنین وضعیتی ببینی. اما من، تو هم با اون فرق نمی کنی، تو هم خودخواهی هم حسود، تو هم نتونستی زندگی خوبی رو برای زنت فراهم کنی ویکتور. اما من شرط هنری رو نداشتم. به همینم حسودی میکنی، برای همینم الان داری تو زندگی خانوادگی ما کند و کاف میکنی تا از خودت یه قهرمان بسازی. میشه برگردیم به موضوع بازجویی؟ من تو بحثای زنونه هیچ تبحری ندارم. خواهرت چیزی میدونه؟ من به هیچ کسی چی نگفتم. از همون وقت بود که رابطتون سرد شد. اون حق نداشت با خواهرزاده من اونطوری رفتار کنه. حتما ضربه سنگینی بود. از کی متوجه شدی که نمیتونی باردار بشی؟ هنری اینطور فکر میکنه، من بهش دروغ گفتم. چرا بهش دروغ گفتی؟ چون من هنوز خیلی جوونم، دوست ندارم هنون بچه داشتم. ممکنه هنری پیر شده باشه، من هنوز دوست دارم از زندگیم لذت ببرم. چند سالت بود که با هنری آشنا شدی؟ 16 سالم نشده بود. اون یه مرد کامل بود، ثروتش هر روز بیشتر میشد. به حس زنانت میگفت که این انتخاب خوبیه. آره، بین تمام دوستای پدرمون تنها کسی بود که یک آپارتمان مجلل و شیک تو نیویورک داشت. مرتب برام کادوهای گران قیمت می‌خرید و منو به اروپا می‌برد. گاهی اوقات فکر می‌کنم اگه 5 بار دیگه هم زندگی می‌کردم نمیتونستم درست یکی از شما زنها رو بشناسم. زندگی برای زنی مثل من یک مبارزه است. بنابراین با دستالایی که در اختیار دارم به بهترین شکل ممکن استفاده کنم تا برنده شم. به چه قیمتی؟ این سوال نسل شماست. هنری فکر میکنه که منو به دست آورده. این منم که هنری رو به دست آوردم. از این معامله راضی هستی؟ اصلا فکر نکن با این حرفت منو ناراحت میکنی. فقط اینو بدون که در مقابل هنری من و تو توی یه تیم قرار داریم. من و تو تا ابد باید چشممون به دست هنری باشه تا بتونیم به زندگیمون. هنری رو خوب میشناسم، اجازه نمیده چیزی رو که خریده به راحتی از دست بره. وقتی بهش بیتوجهی کردی اون واکنشش چی بود؟ سعی میکرد آرامشش رو حفظ کنه. چی؟ سعی میکرد آرامشش رو حفظ کنه. آرامش؟ آرامش یعنی بعد از چند ماه هم آروم بود، مثل یه گوسفند بی‌آزار بود، مثل یه فرش انداخته بودی جلوی در اتاقت تا از روش رد بشی و گلای کفشتو پاک کنی. تو که از اون عصبانی تری. پس عصبانی میشد بعضی وقتا؟ بهت حمله هم کرده؟ نه، یه بار چند تا مشت به در اتاق هم کوبید و رفت. همین. بهت صدمه زد؟ گفتم چند تا مشت به در اتاق هم کوبید و رفت. تو به شک داری، درسته؟ تو چشات میبینم که اتفاقات اخیر رو به جریان قطرها ربط دادی و ازش متنفر شدی.
کارگاه ویکتور کرام، یه مامور برام بفرستید. از گناهکار بودنش مطمئنی؟ نمیدونم. میخوای بدونی گناهکار یا نه؟ چرا، اما میترسم. خب پس کمک کن تا این قضیه زودتر روشن شه. من به اجازه تو برای گشتن خونت احتیاج دارم. قول بده اونجا رو به هم نریزیم. قربان، تو اینجا چی کار میکنی؟ یعنی مامور دیگه تو کلانتری نیست؟ همه بچه ها به جشن رفتن، برای اطراف دریاچه و پارک به نیروی بیشتری احتیاج. خیلی خوب، میخوام یه فرصت دیگه بهت بدم. مطمئن باشیم پشیمون نمیشیم. امیدوارم. خانم هرتز رو به منزلش میرسونیم و بعد با راهنمای ایشون اونجا رو خوب میگردید. کیسه های مخصوص و دستکش هم توی انبار اداره است. فقط اونجا رو به هم نریزی. حتما. سوزان، سوزان، میدونی چرا من نتونستم برای همسرم زندگی خوبی فراهم کنم؟ چون میترسیدم به من اطمینان نداشته باشه. بهونه خوبیه برای اینکه ترستو پنهون کنی. اونز، باز دوباره خرابکاری نکنی. حتما قربان. به هدفت رسیدی؟ دیگه کاملا بازداشت شدم. تا حدودی. سوزان اون حرف رو به خاطر این زد که میخواست به خیال خودش منو تنبیه کنه. نه، اون نمیدونست که تو داری صداشو میشنوی. به هم دروغ نگفته. تو هنوز زنها رو خوب نمیشناسی هنری. تو هم اگر 5 بار دیگه متولد میشدی باز اونها رو نمیشناختی. برای سوزان هنری بدون کت و شلوار آپارتمان تو نیویورک چه ارزشی داره؟ حرفا رو گفت و منو آزار. باور کن اون نمیدونست که تو داری صداش میشی. یه بخشی از اون سیرک مسخره توه. میخواستی تا آخر عمر با این فکر واهی زندگی کنی. میدونی، میدونی چرا من از زنم جدا شدم؟ دلیل واقعیش این بود که اون با تصویر رویایی ذهنش زندگی میکرد. اکثر زن ها همینطورن، سعی نمی کنن باهات کنار بیان. اگر هم یه مدتی بگذر و ببینن که باب میلشون نیستی، شروع میکنن به زندگی با تصویر رویایی ذهنشون. اون وقتی که تو فقط یه روحی، یه مرده متحرک، انگار اصلا وجود نداری. هنری، اون شبی که برای کامیل هدیه خریده بودی یادت هست؟ بین تو و کامیل چی گذشت؟ تو که تصویر زنانش رو شنیدی، دیگه چی میخوای؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. کامیل به خاطر هدیه‌ای که براش خریده بودم خیلی خوشحال بود. طبقه پایین منو دید و ازم خواهش کرد که توی باز کردن بساقش کمک کنم. چند دقیقه پیشش بودم که سوزان منو با هم دید. بهش یه شونه سر دادی. چی؟ باطل موهای دختر بچه ها رو بعد از قتل شونه میکرده. خوبه؟ شما که همه چیزو میدونی. چرا از سوزان جدا نشدی؟ نمیخواستم نصف ثروتم بهش برسه. اگه ازش جدا میشدم آزادی مورد علاقش رو بهش اده کرده بودم. نه 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 نه، به نظر من تو ازش جدا نشدی چون نمیخواستی از دست بدیش، چون میخواستی همه ببینن که خوشبختی رو بهت حسادت کنن، نمیخواستی غرورت بشکنه.
به هر حال نمیدونم از تشکر کنم یا متنفر باشم. تو داری به پیروزی مورد علاقت نزدیک میشی. من دنبال پیروزی نیستم، من فقط دارم به وظیفه‌ام عمل میکنم. هنری معذرت میخوام قربان، مسئله مهمیه. چی شده؟ بچه ها اونجان، من اینا رو آوردم زودتر به شما نشون بدم. بچه های تجسس دارن با دقت خونه رو میگردن. اینا رو تو پیدا کردی؟ خانم هرس جاشون رو نشون بدم. الان خانم هرس کجاست؟ توی راه رو منتظرم. با خانم هرس تو دفتر من منتظر بمونم. بله قربان. خیلی خوب هنری، از اول شروع میکنیم. زیاد تو نمیکشه. سوزان اونجاست؟ تو رو میبینه. صدا ما میشنوه؟ آره. سوزان؟ سوزان تو اونجایی؟ صدا ما میشنوی؟ من وقتی که به خودمون فکر میکنم فقط یه چیز به ذهنم میرسه، مسخره. ما همیشه پشت دیوارهای خودمون بودیم. بیا بیرون سوزان، بیا بیرون. برای یه دفعه هم که شده با من روبرو شو. از اتاقت بیا بیرون، تو چشام نگاه کن، به من بگو که فکر میکنی من یه قاتلم. سوزان! هنری، دختری که جسدشو دیروز پیدا کردی از قبل میشناختی؟ نه، پس سوزان فکر میکنه کار من بوده؟ نه، اصلا اونو نمیشناختی؟ نه، من شاید توی خیابون یا توی پارک یا کنار خونه دیده باشمش، ولی من نمیشناسمش. ولی هنری، اینجا مدارکی توی پروندت هست که به ما میگه حضور تو در هر دو صحنه قتل تایید شده. این شماره پلاک ماشین تو، درسته؟ خب سر همین خیابون پارک کرده بودی. هنری، زمان کافی برای انجام قتل داشتی. سابقه خوبی توی مسائل غیر اخلاقی نداری. اینا لیست سایت های غیر اخلاقیه که وارد اونا شدی. عاشق کسی هستی که تو رو دوست نداره، بهش خیانت هم کردی. توی محلهای بدنام رفت آمد میکنی. این آدم ها شهادت دادن که تو رو بارها تو محله دیدن، حتی شبکت. و مسئله خواهرزاده همسر طبق شهادت سوزان و این. میشناسیش؟ آره. ببینم، این همون دختری نیست که جسدشو پیدا کردی؟ آره خودشه. خودشه. اینا رو سوزان لطف کرده و به اونس داده. تو تاریک خونت بودن. این عکس رو تو گرفتی، درسته؟ اینا کار توه. هنری، اینا رو تو گرفتی، اینا کار توه. این کار توه هنری. پس سوزان فکر میکنه کار من بوده. تو اونا رو کشتی، درسته؟ پس سوزان فکر میکنه کار من بوده. این عکس ثابت میکنه که تو از خیلی وقت پیش این بچه ها رو زیر نظر داشتی. هنری، با این مدارک میشه راحت تو رو کشید تو دادگاه. چاره ای نداری هنری، بهتر اعتراف کنی. میخوام یه دقیقه با سوزان تنها باشم. خوبی سوزان؟ آره خیلی خوب. خیلی خوب. خوشحالم.
سخنرانی نیم ساعته که شروع شده. آره میدونم، این چیزی که تموم بشه با هم دیگه میریم سخنرانی. آها چه خوب که با هم دیگه میریم. آره چرا که نه، با هم. نزدیک نشو، نزدیک نشو. آره چی؟ حالم ازت به هم. چرا اونا رو کشتی؟ یه چه فرقی میکنه؟ من میتونم وکیلم رو بخوام و هیچی نگم، ولی دیگه برام فرقی نمیکنه. ولی سوزان حاضر شده علیه تو شهادت بده. اعتراف کن. سوزان داره تمومه. هنری دیگه نمیخواد تو رو ببینه. جالبه هنوز به قفس شهادت نکرده. این غرورتون رو ارضا میکنه مگه نه؟ ولی یه تومه بزرگ نصیبتون شد. از این تومه بزرگ فقط استخوناش نصیبمون شده. خیلی گستاخی. اینو میدونستی؟ این فقط قسمتی از شغل منه. همین. آدمی که میدونه تنهاست تکلیفش با خودش روشنه، اما آدمی که به یه نفر دیگه تکیه میکنه همیشه با این فکر احمقانه که امنیت داره زندگی میکنه. وقتی حقیقت رو میفهمه که دیگه خیلی دیر شده. کسی نیست که دستشو اعتراف کن. چرا ویکتور؟ اعتراف کن. چرا تنها چیزی که فکر میکردم واقعا مال منه ازم گرفتی؟ زیرا به هر که دارد داده شود و افسون یابد، و از آن که ندارد آنچه دارد گرفته شود. انجیل متا باب 25 آیه 29. اعتراف کن تو اون بچه رو کشتی. آره هر دو رو. هر دو تا قطع کار من بود. خیلی خوب هنری، از اول شروع میکنیم. اون چرا که گفتی رو دوباره تکرار کن. اون قطعها کار من بود. از اون شروع کن که پیدا شدن جسدش رو به ما خبر دادی. کار دیگه نمیتونستم بکنم.
ممکن بود یه نفر دختر رو تو پارک ببینه. چطوری به اونجا بردیش؟ باش حرف زدم. میدونی که من بچه ها رو خیلی دوست دارم، اما از خودم بی خود میشم. بعضی وقتا حرکاتم از کنترلم خارج میشه. اون روز اون داشت جلوی خونه ما بازی میکرد. وقتی برای ورزش میرفتم دیدمش. مدتی بود که ازش خوشم میومد. حتی چند بارم عکس ازش گرفته بودم. بهش گفتم اگه با من به پارک بیاد براش یه هدیه عالی میخرم. بردمش وسط درخت ها. تو دستای من خیلی آروم. نمیدونستم برام چی کار میکنم. داشتم دیوونه میشدم. اول اذیتش کردم، توی همون حال دستم رو اونقدر روی دهنش فشار دادم تا خفه شد. دیگه نمیدونستم دارم چی کار میکنم. که دو تا اشتباه رو در دو هفته انجام میدادم. اما میخواستم مال خودم باشه. نمیخواستم اونم مثل سوزان از دست بدم. دوست داشتم همیشه تو همون سن و سال بمونه و دوستم داشته باشم. کارگاه کرام آشوشونه کرده. من همکارشون هستم جانبه. دستشو موضوع چیه؟ زیر سرش گذاشتم. بعد ازش عکس گرفتم. اون عکس کجاست؟ نمیدونم، شاید همکارای شما تالا. نه یه امکان نداره. اولین کاری که باید میکردم زنگ زدم. به سرعت رفتم خونه، دوش گرفتم، لباسمو عوض کردم و به شما زنگ زدم. بقیهشم که دیگه خودتون میدونید. قتل اول چی؟ مثل قتل دوم بود. نمیدونم چرا اون کار رو کردم. من بعضی وقتا بعضی شبا به محله های بدنام میرم. خیلی از شبا برای خوشگذرونیم بدون کلاه گیس، حلقه ازدواج، کارت شناسه یا هر چیزی که هویتمون فاش کنه به اونجا میرفتم. صبر کن. بله. چی؟ باشه برای بعد. الان وقت خوبی نیست. شما اصلا متوجه نیستید من دارم. یعنی اینقدر مهمه. خیلی خوب باشه، ادامه بده. هنری شبی که اون دختر کوچولو رو اونجا دیدم، برخلاف همیشه زودتر به اونجا رسیدم و اتفاقی اونجا دیدمش.
روی نیمکت کنار ساحل نشسته بود. اونقدر عجله داشتم که ماشینمو درست پارک نکردم و همین باعث شد که ما حسابشو رسیدیم. البته من که نه، چند تا از بچه‌های پلیس گشت. اونا داشتن کنار پارک نگهبانی میدادن. همینجوری اتفاقی به یه نفر مشکوک شدن که داشته اونجا میدویده. اون داشته فرار میکرده. فکر کنم بهش چند تا تیرم زدم. الان تو بیمارستانه. میدونین وقتی من رسیدم اونجا یه منظره واقعا وحشتناکی بود. یه دختر 13-14 ساله اونجا روی زمین افتاده بود. در حال از دست ما کاری بر نیومد. حیف شد. اتفاق دیگه، از این اتفاقا میفته. البته امیدوارم دیگه همچین اتفاقی لااقل تو منطقه شما نیفته. خیلی خب، من دیگه باید برم. این پرونده هستش دستمون، هستش دستمون، هستش دستمون، هستش دستمون. این پرونده هستش دستمون، I cram. حالتون خوبه؟ بله، خوبم. من کپی پرونده رو برای شما آوردم. اصل پرونده دست ما میمونه. به هر حال پرونده مختومه اعلام میشه. ایشون آقای هرسن؟ بله، بله. چقدر عوض شدن؟ من فکر میکردم الان باید تو مراسم سخنرانی باشه، درسته؟ ایشون الان اومدن اینجا برای کمک به حل پرونده، در خدمت شما هستیم تا چند دقیقه دیگه به جشن میرن. خیلی خوب، به هر حال سال خوبی داشته باشید. کریسمس مبارک. این امکان نداره. آره امکان نداره، امکان نداره ویکتور، واقعا امکان نداره. نگاه کن، نگاه کن، با دقت نگاه کن، نگاه کن. این عکس دوتا بچه ایه که ما دو هفته پیش جسدشون رو پیدا کردیم. نگاه کن، با دقت نگاه کن، این هم یه عکس جدیده، یه عکس جدید از یه جسد تازه، جسد دختری که ما نتونستیم نجاتش بدیم. ویکتور میفهمی؟ نتونستیم. ولی اون قاتل لعنتی الان تو اتاق بازجویی داره به قتلایی که کرده داره اعتراف. تو مجبورش کردی. از اولا میدونستم یه ایرادی تو کارته. هنری هرس قاتل پرونده تو نیست. ولی اون داره اعتراف میکنه. قاتل رو گرفتن وقتی داشت از تو پاک در میرفته، به شلیک کردن. الان توی بیمارستانه و این نشدیدی. اون به هر ست قتل اعتراف کرده. از اینجا برو بیرون. ما شکست خوردیم ویکتور، شکست خوردیم. هنری هرس بلایی سر اون بیاره که اون سرش ناپیدا. از اینجا برو بیرون، این یه دستوره. لازم نیست تو در وضعیتی نیستی که به من دستور بدی. تو در وضعیتی نیستی که به من دستور بدی. حتما اشتباه شده. آره اشتباه شده. هر آدمی اشتباه میکنه، بالاخره تو هم یه آدمی اشتباه کردی. همونطوری که خودت گفتی نباید دنبال انتقام تموم شکست های زندگی ما از یه نفر باشی. تو تا حق نداری با موافق ویکتور حرف بزنی. بهتر از فردا دنبال پر کردن فرم مأمور اعدام باشی ویکتور.
حق با تو بود ویکتور، زندگی ارزش مبارزه کردن نداره. تو همه چیز رو ازم گرفتی ویکتور، میخوام یه اعتراف خیلی صادقانه بکنم، شاید به نظرت مسخره بیاد، ولی الان احساس جالبی دارم، احساس بچه‌ای رو دارم که تازه متولد شده. ازت متشکرم، زندگی جدیدم رو به تو مدیونم. زندگی بدون آبرو، بدون احساس، بدون امید. خبر پیروزی هنری هرتز، نماینده محبوب مردم منهتن در مبارزات انتخاباتی مجلس است. هنری هرتز، شهروند نمونه منهتن که پیش از این در مقام عضو هیئت مدیره شورای شهر و پس از آن در مقام شهردار منهتن مشغول به کار بود، امروز توانست با این پیروزی به دنیای سیاست راه پیدا کند. کارشناسان عقیده دارند آینده این نماینده مجلس می تواند در نامزدی ریاست جمهوری. زیرا به آن که دارد داده شود و افزونی یابد.